سلام. خب بچه ها، شاید براتون سوال باشه که چرا کلت این شکلیه؟ کله کوچیکی داری به نسبت بدنت. اگه تا الان دقت کرده نه، علی جدی، شاید براتون سوال باشه که برنامه چیه امروز؟ میخوایم بریم توی آب یخ. میخوایی بری توی آب یخ؟ میخوایم بریم توی آب یخ. از صبح دارم یا نمیام. مثل این که از چیزایی که من خوندم و دیدم، اینکه یه هویی بری توی آب یخ برای بدن از خیلی چیزایی منم اینو شنیدم، ولی خب خیلی کارهای دیگه خوب میتونی بکنی. مثلا چی؟ مثلا خوابیدن هم شنیدم خیلی خوب واسه آدم. خیلی از ورزشکارا و سلبریتی ها و اینا من خیلی دیدم که این کارو انجام میدن، که میرن توی سطل آب یخ، مخصوصا صبح دیدم این کارو میکنن. مثل اینکه ورزشکارا که برای اینکه ریکاوریشون سریعتر شه انجام میدن، فکر کنم برای سیستم ایمنی بدن، مثل برای مقاومت و ایمنی بدن خوبه، برای انگزایتی و اینجور چیزا خوبه، برای گردش خون خیلی خوبه. کلا یه کاری که از زمانه خیلی قدیم آدما انجام میدادن دیگه، مثلا دیگه برکه یه چیزی بوده، مثلا میرفتن توش ممکن بوده سرد بشه. من زمان قدیم هم پاشونو میزدن، بعد یخ بود میگفتن خب نمیرم این تو. نه نه، زمان قدیم مقاوم تر بودن. چه کاریه برم این تو سرما؟ منم میخوام برم این کار رو بکنم که بدنم مقاوم تر شه. ولی خب با یه بار مقاوم نمیشه، یعنی مثلا باید هفته ای 4 دفعه رفت. ولی من میخواستم دفعه اول برم ببینم خوشم میاد. من اصلا نمیدونم چجوری باید پیدا کنیم اینجا رو. من یه دور اینجا افتادم تو آب. من الان یادم افتاد اینجا کجاست. من یه دور اینجا رو همین سنگا اینجا بچه‌ها. امیدوارم صدای من رو بشنوین، چون صدای این رودخونه خیلی بلنده. الان یه خورده آبش خورد به پای من، واقعا سرده بچه. یخه برات خوبه، برای سیستم ایمنی خوبه. وقتی که من سیستم ایمنیم رفت بالا و تو سیستم ایمنیت پایین مون، میفهمی که عجب اشتباهی کردم اون روز با میا نیومدم تو آب. الان میبینیم که کی اشتباه رو کرده کی نه. این زخم هم که میبینیم بچه، ایمان این کارو وان کرده، چون که جنبه بازی کردن نداره و منو زخم کرد. باید یه هویی برم یا باید خود خود برم؟ خود خود به نظر من یه هویی با حالا، ولی فکر کنم تو خود خود بری بهتره. اگه سرما بخورم سینه پهلو کنم چی؟ سیستم ایمنی تجاش بهتر شده. دیگه همینه دیگه، سیستم ایمنیت گفتی میره بالا، قوی میشی. بیا تجربه باحالی بود. احساس کنم کلت کوچیک‌ترم شد رفتی اومدی. منقبض شد. خب بچه ها، احساس میکنم وقته یه تغییر کوچولو.
براتون توضیح بدم. من همیشه توی دوره‌های مختلف زندگیم دلم می‌خواسته که مومو رنگ فانتزی کنم، ولی هیچ وقت این کارو نکردم. مثلا دوران دبیرستان یادم میاد دلم می‌خواست یه خط از اینجا تا پایین یه خط خیلی بزرگی رنگ صورتی بنفش صورتی طور باشه، ولی هیچ وقت این کارو نکردم. دوره دانشگاهم واقعا آرزوم بود که موهام از این نقره‌ای‌های سیری طور باحال باشه، ولی همه شروع کردن منو ترسوندن که اگه موهاتو اونقدر بلیچ کنی نابود میشه موهات میسوزه، موهات میریزه اینا. بعد دوباره انجام ندادم. بعدا بازم که گذشت، وقتی که موهامو از اینجا هم بود زدم تا اینجا، بعد یه خورده هایلایت اینا بهش اضافه کردم و یه کوچولو روشنش کردم و اینا، دیگه اونقدر کافی تغییر بود دیگه. یعنی بعد از اون موقع دلم نمیخواست که رنگیش کنم. الان که یه مدتی موهام حدوداً یه شکل و یه رنگه، دوباره افتاده تو سرم و باید الان انجامش بدم. واقعا اگر الان انجامش ندم میترسم هیچ وقت انجامش ندم. سمی رفتم این رنگ رو گرفتم، نمیدونم چرا توی دوربین آبی داره به نظر میرسه، ولی سبز پررنگ جنگلی، رنگ سمی پرمننت گرفتم که مسلما نمیخوام زیاد بمونه، چون که اصلا نمیدونم چجوری میشه. تا حالا این کارو نکردم، حتی هایلایت ها و اینا هم همیشه آرایشگاه انجام دادم، تا حالا تو خونه مو رنگ نکردم. و اینکه خانمه اونجا به هم گفتن که نیازی نیست که با این بلیچ استفاده کنم، و از همه مهمتر همین بود که نمیخواستم بلیچ استفاده کنم. بریم ببینیم چی میشه. توی یکی از ویدیوهایی که دیدم گفته بود که وازلین بزنیم به جاهایی که ممکن رنگی شه، ولی فکر کنم اون برای بلیچه، ولی حالا من برای اطمینان یه کوچولو میزنم این گوشه ها و اینا رو. بعد از اینکه رفتم زهر توی آب یخ و یکی از بهترین تجربه‌های زندگیم بود، فهمیدم که نباید بترسم و اگه یه کاری رو دلم میخواد باید انجامش بدم. الان که بهش فکر میکنم یه دونه از این شنل ها نیاز دارم، ولی من همچین چیزی ندارم. حوله سفید بدترین چیزی که بتونم استفاده کنم. ایوا شونه کوچولو توش میاد، چه قشنگ. دستورالعملش اینجاش چسب داره که باز نشه. آیا این یه نشونه است برای اینکه من این کار رو انجام ندم؟ این چیست؟ مرحله اول، موهاتو شامپو کن و بشور. دیشب شامپو کردم، واسه همین الان اصلا حوصله ندارم دوباره شامپو کنم. مرحله دوم، تیکه هایی از موهات رو که میخوای رنگ بگیره رنگ بزن. 30 دقیقه بذار بمونه، بعد با همونطوری که دستکشات دستته موهاتو بشور. بابا این آبیه. چراغ تیره است. بچه من یه دونه دیگه هم گرفتم محض اطمینان. این نمیدونم معلومه یا نه، دستور اولش کپی همونه ولی رنگش خیلی بیشتر شبیه سبز تیره‌ایه که من میخوام. همین شاید از این استفاده کنم. نمیدونم دارم چیکار میکنم. خب بچه دیگه چه خبر؟ دوست دارم اینجوری این رگای هایلایتر خودم هم توش باشه. هر دمبیلی شد. میدونین چیه؟ مشکلم با اینه که احساس کنم بهم نمیاد این چیزی که دارم میبینم. مشکل بعدی اینه که رنگ زدم اینجا. آره، بعد احساس میکنم که اگه بهم نمیاد چرا با خودم این کارو کردم؟ دلیلی که این رنگ رو انتخاب کردم این بود که میخواستم از طبیعت الهام بگیرم، از درختای تو جنگل که قهوه‌ای و سبزن، و فکر نمیکردم که این شکلی شم. بچه ها کاش اینجا بودین و میتونستین به دلداری بدین و بگین که نه چیزی نیست، خیلی قشنگ شده، بعد من تو بغلتون گریه کنم. خب کلاه هم که نداریم، کیسه باید بپیچم. کوروش آه تا
از این روشن‌تر میشه ولی الان زیاد معلوم نیست سبزه. با این همینه؟ نه نمیدونم چی میگه. ببین نمیدونم دارم چی کار میکنم با زندگیم. چرا اینجوری شده؟ نمیتونم نشون بدم. میدونی چرا؟ چون همه زندگیم سبزه. سبز نیست. چرنگیه. یه سه جا سبز نیست. اینجا 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 خیلی جا هست. یه میکسی از رنگ جالب شده. میدونی جالبه. یه دونه کیسه فریزر برام میاری؟ خب. از خودم متنفرم اگه که حقیقتشو بخوام. امروز روز عجیبی داشتی. من فقط سرما رو تاثیر گذاشته. باحال واسه این مدت اینجوری باشه. نمیخوام یه مدتی تنم بودیه. فکر نمی‌کردم اینجوری شه. نمی‌دونم چرا. اصلا ماهی رنگی کردم. بیا براتون. آخه نمیگیره این رنگو ماهی. بیا. بعد عادیان بالای نیم ساعت بمون. زودتر بیا یه دوستم اومده می‌خوام بهت نشون بدم. آدی بچا بیا. همچین حالتی شد. خودم الان خیلی بیشتر دوستش دارم به خاطر اینکه شستم، خشکش کردم، صافش کردم و 97 قلم آرایش کردم. چقدر خوب شده. چقدر باحال شده. جدی خوب شد. خیلی چقدر باحال شد. از رو برو دیدی؟ از چقدر عجیبه. خیلی عوض شدم. هنوز به این حد از عوض شدن عادت ندارم ولی رنگش خیلی خوشگله. شبیه جوکر شدی. جوکر ایرانی الان هستی تو. نه؟ بس سبز تو دوربین معلومه اصلا؟ خیلی چوک سبزه. معلومه. نه معلومه. اون موقعی که خیس معلوم چند به نظرم خیلی بهت میاد. بوله سرم کامل سبز شد. همومم تمام زمینه سبز شد. بعد ناخونامم ناخونه پام لاک نزده بودم اونام همه سبز. همه جام سبز شد. همه چی سبزه. من نظرم خیلی باحال شده. من نمی‌دونم به این راحت دادم تو رنگم عوض کنه. فکر کنم میره بعد چند بار شستن. امیدوارم بره. من از قصد یه رنگی خریدم که بره بعد چند بار شستن. اومدم اینجا که کوچولو نورش بیشتر باشه، دقیق‌تر بتونیم ببینین، ولی فکر کنم نور تو کلم داره میزنه از بالا. این تابلوها هم زدم بودم رو دیوار. نشونتون نداده بودم. یه چند تا تابلو اینجا زدم رو دیوار. این آلبوم فولکلور تیلر سویفته. میا گفتم زودتر بیا مهمون داری. ناکن ببین کی اومده پیشمون. آخه آقا مرتضا قدم رنجه فرمودی. آقا مرتضا آخه چقدر قشنگه. دلم برش تو اومد مهمون. اینجا خودش اومد پیشمون خواست بیاد یه سری بابا بزنه. چقدر مهمون. بگو چایی بذارم مرتضا اومده. آقا مرتضا چایی میخوری؟ آقا مرتضا ناراحته. چرا؟ راستش از سید پیشم میخواست بگه ولی خجالتیه زیاد راحت حرفش نمیزنه. یه مدت تنهاست مرتضا. چه بزنم یه کوروش چه سخته تنها تو این شهر غریب. شما منو هی میذارین تو استودیو میرین. من چه وقت همش دلم پیش مرتضا بود که چه جوری میتونم حالش بهتر کنم، چه جوری میتونم از تنهایی درش بیارم و یکم از این غم و ناراحتی درش بیارم. مرتضا بعد یه روز که اینجوری نشسته بودم جرقه خورد. خب خودش که نمیتونه راحت بره دنبال آدم، خجالتیه. من میرم براش دنبال یار. خب بچه ها یه سلام گرم و دوستان رو کنین به مرزی خانوم، دوست دختر مرتضا. یه مرتضا دیگه تنها نیستی، تو مرزیه رو داری. ناکه چقدر با حالم با هم. هیچی نیستی. مرزیه رو بدش ببینم. حالا جیا فشون لیه میکنم. نه مرزیه رو نزن کوروش. وای نکنش. بیا بیروز چقدر کش میاد دماغش. ببین چقدر نرم تره مرزیه. میبینی چقدر نرمه. ببخشید مرد ازو دارم. خانم تو خدا با مرزیه درست برخورد. بچه‌ها با مرزیه خانم خیلی دوستش دارم. خیلی نرمه. جلوم بس مرزیه خجالت نکش. برو ابراز علاقه کن. بینگ با
بلیون بلیون. فرضیه جان بیا یه ماساژت بدم. اوه چه سریع مرتضی رفته تو کار ماساژ و سریع گرم گرفتی. خالی بستی به من که خجالتی یاره. چون که خالی. دیگه خالی نبنده فرضیه لشی کرده. لش. مرتضی آقا در اتاق پذیری دستشو میکشم دماغش میره تو ناکو نشست روش کورمش نمیتونم چیه؟ چرا نمیتونم؟ کار بدی نیست آقا مرضیه برای من مرتضی نه 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 با اینا رو نه اصلا جدا کنی اینا رو نه اصلا باش کرده میشه میام این کار بدش مرضیه نمیدونم از وقتی که اومد تو زندگیم معنا پیدا کردم مرضیه مرتضی من تو خیلی دوست دارم من ساعت هم میتونم باید دوست بازی کنم چه صحنه عشقی قشنگی میاد خیلی واقعا زیباست چرا این شکلیه؟ میبینیش؟ خیلی آدم میخواد این مچالش کنه سه سال از من گرفتیش گفتی کوروش اینجوری نگاه خود دقیقا داری همون کار میکنی یا بایی دشتوش میبینم حالا ببین اینجا رو جز من که کسی رو نداری درسته فقط 5 دقیقه تو زندگیت اومدم ولی بگو فقط با منی هر گلی یه بویی داره کوروش وفادار مرتضی وفادار نیست چرا وفادار مرتضی دختر باز سکینه نه درست که خیلی تنها از زندگیش خراب نکن رابطه شنو مرتضی و مرضیه با هم دیگه عروسی میکنه تا عبد خوشبخت میشن اسم هم یه مرسی از اینکه چشمه دارم بیارم چرسی از اینکه ویدیو رو دیدیم خدافظ